حرف موقت شرکت‌ها باید با شناسایی در سال 1325 در مسابقات قهرمانی کشور پنیز اعتیاد در جوانان و نوجوانان. امروزه جوانان قشر عظیمی از معتادان جوامع مختلف را تشکیل می‌دهند. به موجب آمار در سال 1361 نزدیک به 1,000,000 معتاد در ایران وجود داشته که 40% از آنان در سنین زیر 20 سال به اعتیاد مبتلا شدند. دلایل اعتیاد جوانان به واسطه اثرات متقابل و پیچیده‌ای که برهم دارند در محدوده خانواده و اجتماع متفاوت است. لیکن بر اساس عمومی‌ترین نظریه‌های تحقیقی، استفاده از مواد مخدر در میان جوانان بیشتر به منظور برطرف کردن افسردگی و استرابی است که به هنگام بروز مشکلات و مخاطرات زندگی با آن مواجه می‌شوند. حس کنجکاوی نیز که عامل مهمی در اعتیاد به شمار می رود به این امر کمک می کند. جوان بدون تأمل از پیشنهاد مصرف سیگار استقبال کرده مدتی بعد به استعمال حشیش می پردازد. در نهایت اگر شرایط مناسب باشد به مصرف هروئین روی می آورد. روی هم رفته خانواده، محیط، دسترسی به مواد مخدر، حس کنجکاوی، و دوستان ناباب علل عمده اعتیاد در میان جوانان شناخته شده است. بدین ترتیب اعتیاد با کشیدن نخستین سیگار آغاز شده، با سقوط در ورطه هولناک هروئین و دیگر مواد مخدر به پایان مرگبار خود نزدیک می شود. در اینجا پای صحبت برخی از آنان می نشینیم و دلایل اعتیاد و حضورشان را در کانون‌های بازپروری جویا می‌شویم. نمی‌دونی به چه دلیل اومد اینجا؟ چرا برای اعتیاد. چطوری به اعتیاد کشیده شدی؟ و چرا؟ مدرسه می‌رفتیم. بعد چی؟ سه چهار تا رفیق بودیم با هم افتادیم تو. بعد چی شد؟ بعد اول حشیش می‌کشیدیم. بعد دیدیم حشیش دیگه خوب نیست. بعد رفتیم تو اعتیاد. چند سالی که درگیرش هستی؟ 13-14. 13-14 هم که میکشی؟ چند سالیته؟ 16 است. شما چرا اینجا اومدین؟ ولت اشتباهات زیاد و اعتیاد. این اشتباهات چجوری اتفاق افتاد و چرا به اعتیاد کشیده شدیم؟ اینا اول میتونم در چند کلمه جمله بندی کنم. یک، اول که جوان بودم هیچی، بعد تو با من ترد محبت، کم بوده محبت و اینکه من اول میشه باید توضیح بدم که تقریبا رسن 12 سالگی بودم که با پدرم حرفم شد و به همین دلیل یعنی دیدم دیگه کسی به سال محل نمیذاره بعد روی آوردم به اعتیاد. یعنی اعتیادم که میگم یعنی حشیش بود و اول یعنی اول عرق بود بعد شد حشیش بعد یواش یواش من نزدیک چند وقت که دارم هروئین میکشم. چند سالی که درگیرش هستی؟ درگیر اعتیاد
بله. الان حدود یه سال خورده ای، دو ساله. نوجوانان و جوانان نهال‌های لطیف و شکرنده باغ زندگی هستند. آنان با چهره‌های معصوم و حرکات شیطنت‌بار و با طراوتشان غرق در شور و هیجان‌های عاطفی، دوران حساسی از عمر خود را سپری می‌کنند. در همین ایام است که می‌توانند به درختی تناور و بارور یا به شاخساری خشک و غم‌زده مبدل گردند. از نگاه محققین سنین 12 تا 15 سالگی سنین نوجوانی و 15 تا 20 سالگی سنین جوانی شناخته می شود که هر دو گروه سنی جمعیت قابل ملاحظه ای را در جوامع مختلف تشکیل می دهند. این قشر بزرگ در واقع سرمایه های انسانی، نیروهای فعال و ذخیره های ارزشمند جامعه ما هستند که متاسفانه علی رغم همه ارزش هایشان از قربانیان اصلی اعتیاد به شمار می روند. بسیاری از جوانان کشورمان به دلیل شیوه تفریحشان که در واقع نوعی وقت گذرانی و خیابانگردی بوده با مواد مخدر آشنا شدند. از سوی وجود دوستان و همسالان معتاد، مکانهای بدون کنترل نظیر برخی از باشگاه‌ها و کوچه و محله‌های آلوده محیط مناسبی برای اعتیاد آنها بوده است. به طور کلی بیشتر معتادان در مناطق پرجمعیت، فقیرنشین و مهاجرنشین شهرهای بزرگ زندگی می کنند. در واقع شرایط محیط زندگی و محیط خانوادگی که بر چنین اماکنی حاکم است، جوانان و نوجوانان بیشتری را به سمت اعتیاد و سایر ناهنجاری های اجتماعی سوق می دهند. این مکانها به دلیل محرومیت های آموزشی، نداشتن امکانات رفاهی و سرگرمی‌های مناسب و بیش از همه فقر عمومی از مناطق جرمخیز محسوب شده، در واقع مکان مناسبی برای رفت و آمد و سکونت معتادان و نیز اشاعه اعتیاد است. بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد درصد کثیری از جوانان و نوجوانان معتاد که به مراکز بازپروری و یا نگهداری منتقل می‌شوند ساکن چنین محلاتی بودند. در این مکان‌ها بافت اجتماعی و خانوادگی به گونه‌ای متفاوت است که بررسی آن ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. برخی از خانواده‌ها حتی اگر افراد آن کاملاً مبرا از اعتیاد و بزهکاری باشند، وقتی که در چنین مکان‌هایی بی‌هویت ساکن می‌شوند، به تدریج از مسیر عادی زندگی خارج شده، اعضای آن تحت تأثیر آلودگی‌های محیطی به تدریج به راهی کشانده می‌شوند که عموماً ناخواسته و حتی می‌توان گفت حاصل جبر محیط است. کودکانی که در چنین مکانهایی متولد می شوند، کمتر صاحب اختیار و حاکم بر سرنوشت آینده خود خواهند بود. برخی از دوران طفولیت از داشتن پدر، مادر و یا هر دو محروم بوده، با وجود سن کم ناچارند با انجام کارهای کاذب و گاه توان فرسا زندگی خود و خانوادهشان را تأمین کنند. حتی در بعضی موارد تأمین هزینه اعتیاد یک یا چند تن از اعضای خانواده بر دوش آنان سنگینی می کند.
باشه. بابا جان شما چند وقته که تریاک میکشید؟ ما الان چند سالم کشیده ایم، حالا که پیدا نمونم، حالا افتاده ایم به تیخنه پیدا نمونم. مگم به قمر بنی هاشم اگر درق مگم، به او حضرت محمد اگر درق مگم. ای روزی چقدر میکشیدی؟ اول ما کشیده ایم اما حالا نه. خب یک خوش خوش خود قرص پاتی کرده بیدم دوش دید. آخ خب در تو که میگی تریاک خالی ما چی بگم بابا جا. بگم چی؟ روزگار تو چجوری میگذرونی بابا؟ روزگار ما به بدبختی و به گناهکاری میگذرونم. چی میگه به ما یک چیز بته که ما تریاک بتنم بخرم؟ چی رو درم که تریاک به ما بته؟ ما یک گناهکار. ببینم زبانه تو. بفهم اونم لوله تریا کشینه آقا، اینو تو مدرسه کنیم. اینا از قدیمه آقا، قدیمه مال قدیمه عزیز جان، ما که نمگم که مال قدیمه بگردم با همین شش ما زندانی داریم. مال با ابوالفضل حالوی نیست خداشا. الان شما داشتی چیکار میکردی؟ نمیذارم میخواستم دوتا دوت بگیرم. میخواستی بکشی؟ نمیدم. چند وقت معتادی؟ 23 سال. خودت چند سالته؟ خودو نمیدونم، سواد که ندارم که ننجم که. آیا شما میدونی این کار خلافه یا نه؟ البته نمیدونیم خلافه. گفتم خب دیگه این دوتا دوت کری نمی کنه، یک دوت بگیر. شما پول مغازه در گوجه در میاری که میکشی؟ از جایی که میارن میبینن میگن بگیر، میخوای یک دوت داریم، یک دانه داریم بخریم، نداریم. عوامل محیطی مؤثر در گرایش جوانان به سوی اعتیاد متعدد و گوناگون است. بیکاری، فقر و در برخی موارد رفاه بیش از حد، مشکلات ناشی از نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، نابسامانی‌ها و مشکلات خانوادگی برخی از عوامل محیطی اعتیاد به شمار می‌روند. نوجوانان معتادی که به واسطه بدسرپرستی و شرایط محیط به اعتیاد کشیده شده‌اند، حقایق غم‌انگیزی از نحوه زندگی، کار و چگونگی اعتیادشان را مطرح می‌کنند. الان 13 سالمه و پدر مادرم 5 نفریم. الان پدر مادرم اینا معتادن. من تو ساکنم تو شهر علو می‌شینم. من اینجا بودیم و من می‌رفتم آشغال نمکی، اینا معتاد شد. دو ماه الان یه سال نیم معتاد. برادرم معتادن، دو تا برادر دارم معتادن. اونا یکی 16 سالشه، یکی هم 15 سالشه. دیگه گزارش کردن که الان مشاهده شده که شما به اتفاق مادرتون و دو برادرتون به همکاری مادرتون کشیدین. این صحت داره؟ این نه، خودمون معتاد شدیم. نه کشیدن که دور هم میشینیم میکشیم با مادرتون اینا؟ بله. پدرت کجا سلام؟ اون گرفتنش بیگناه، گرفتنش بردن زندان. چقدر جنس ازش گرفتن؟ 2 تا نیم گرم. در حدود 1 گرم ها؟ بله. تا حالا خودتون دستگیر نشدین؟ نه. روز چقدر میکشی؟ روز 2 دانه 3 دانه، هرچی گیر بیار، هرچی کار کنیم میکشیم. شما چجوری امرار معاش میکنی؟ پول چجوری به دست میاری؟ میرم آشغالی میرم، نمکی میرفتیم. شوهرتون الان کجاست؟ شوهرم الان زندانه. به چه دور میزندانه؟ 2 تا نیم گرمی از اون گرفتن بردن زندان. این 3 تا بچه که معتاد هستن بچه های شما هستن؟ آره. بچه من آره. اینا چجوری شد که معتاد شدن؟ اینا میگم رفتیم آشغالی میامریم، گفتن پام در منه خسته شدیم، یک ذره گرفتن. او دوتا که ما اینجا بودیم تا وقت آمدیم دیدیم تو کارخانه معتاد شدن، با دوتا افغانی بودن، با تو دا چیز بودن، هندی ها. خب این جنسی که الان تهیه میکنی شما کجا تهیه میکنیم برای مصرفتون؟ بریم آشغالی روز هرچی گیر میاریم میریم میدیم. از کی میگیرین؟ یعنی از همین شهر علب تهیه میشه؟ از همین شهر علب تهیه میشه، از هر کس میگیریم دیگه. بسی چقدر میگیرین؟ بسی 100 تومن. در روز شما چقدر خود مصرف داری؟ روز و روز داره، اگر روز زیاد داشته باشیم زیاد میکشیم، کم داشته باشیم کم میکشیم. من شهرستان اومدیم اینجا کار میکردیم تو شهر زیبا، من داشت بزرگم، بعد یکی 2 سال اونجا موندیم، بعد یکی از فامیلامون گفت که بیاین اینجا کار کنین، نمیدونم میرین نمکی طبعا پارسال، گفت بیاین کار کنین اینجا، نمیدونم درآمد خوبی داره نمکی فلان. ما اومدیم کار کردیم، کم کم پدر مادر اومدن، ما بدبخت شدیم اینا. از نزدیک یه سال و نیمه که بدبخت شدیم اینجا دیگه موندیم، نتونستیم برگردیم شهرستانمون. چند سالته؟ 13 سالمه.
شما درس هم میخونی؟ تحصیل هم میکنی؟ بله، تا کلاس دوم راهنمایی خوندم. علت این که ترک تحصیل کردی چی بوده؟ بعض مالیمون خراب بود، اومدم کار کنیم. علتش مواد مخدر نبوده؟ نه، اول. الان چی؟ الان در حال حاضر چی؟ چرا ادامه تحصیل نمیدی؟ الان دیگه چون بدبخت شدیم دیگه رومون نمیشه برگردیم به تحصیل. شما وقتی که بچت جلوت هروئین میکشه ناراحت نمیشی؟ چرا ناراحت میشم؟ والدین معتادان جوان اکثراً کم سواد یا بی سوادند. با سطح آگاهی اندک و زندگی در شرایط نامناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اغلب آنها خود نیز تومه اعتیاد شدند و در چنین شرایطی نه تنها قادر به اداره نظام خانواده نیستند بلکه در تشدید و از همگسیختگی آن مؤثرند. جوانان و نوجوانانی که در آغوش چنین خانواده‌هایی پرورش می‌یابند به ندرت قادر به فرار از سرنوشت شومی هستند که در انتظار آنهاست. سرته؟ آره. خب شما خودتو معرفی کن، بعد بگو چند وقت معتاد هستی؟ چجوری شد معتاد شدی؟ من تقریباً 16-17 سالمه. در موقع معتادم همینطوره، بالاخره آدم موقع معتاد میشه خودم معتاد شدم. همینجوری یه دود بکشی از سر کار میمادم، خسته میشدم، گفتم بذار یه روشن که خستم، مثلا این همی گفتم بیا بکش خستی، همجی کم کم میکشیدم تا بدبخ شدم دیگه. چه کسی به تو میگو اگه اینم بکشی خستی که در میره؟ همون دوست رفیقه، همون کسی که میخواستم ما رو بدبخ کنم دیگه. شما با سه داداشات و دو داداشات و مادرت و پدرت معتاد هستین، شما داخل منزل که میومدین پدر مادرتون که در حال کشیدن بودن، آیا شما هم میکشیدین پیششون یا نمیکشیدین؟ موقعی که معتاد نبودیم تو شهرستان نه، ولی موقعی که اینجا اومدیم معتاد بودیم. چرا؟ شما درس هم خوندی؟ تأثیر کردی؟ 5 کلاس. چی جوری شد که ترک تأثیر کردی؟ خب دیگه ناچار بودیم معتاد شدیم دیگه، مجبور شدیم ترک تأثیر کنیم. تا بالا اقدام به ترک نکردی؟ نه خیلی. سابقه چی؟ تا حالا نگرفتن شما رو زندان بری؟ سابقه نه. پول مواد تو از کجا دست میورده که میکشیدین؟ پول مواد رو نمجه میرفتیم بدبختی میرفتیم یا آشغالی یا همین پلاستیک جمع میکردیم یا اینکه مواد میفروختیم. در اتون محیط اینده شما چی داریم بگین؟ در اتون محیط شهر علب اینجای محیط خودتون میدین کثیف، یه محیط آلوده، آدم سالم بیاد همینچه معتاد بدبخت باید برگرده بردیم. به طور کلی علل و انگیزه های گرایش جوانان به اعتیاد را می توان در دو دسته عوامل محیطی و عوامل فردی طبقه بندی کرد. در رابطه با عوامل محیطی، دوستان و معاشرین، در دسترس بودن و فراوانی مواد مخدر، عوامل اقبال در جامعه، نابسامانی ها و مشکلات خانوادگی، ناکامی ها و محرومیت ها، نابرابری‌ها و شکست‌های اجتماعی و اقتصادی، نبود امکانات تفریحی، بیکاری، فقر و برخی اوقات رفاه بیش از حد، عدم آگاهی از مضرات اعتیاد، محیط‌های تنش‌زا و پرکشمکش و فرار از قیود اجتماعی را می‌توان نام برد. در زمینه عوامل فردی نیز، کنجکاوی، عوارض شخصیتی، لذت‌جویی، احساس طرد شدگی، پوچی و زائد بودن، احساس تنهایی و اندوه، عدم اطمینان به آینده، نومیدی و بی ارادگی، فشارهای روحی و ناراحتی‌های فکری، افسردگی، سرخوردگی‌های روانی، احساس لذت‌جویی جنسی کاذب، تسکین و تخدیر مراکز عصبی برای رهایی از فشار و فقدان علایق و ارزش‌ها می‌تواند در گرایش جوانان به اعتیاد مؤثر باشد.
گذشته از این، وقتی به حرف‌های جوانان معتاد گوش فرا می‌دهیم، هر یک از آنان دلایلی برای اعتیادشان مطرح می‌کنند که غالباً تأسف‌بار است. مواد مخدر. مواد مخدر چند سالته؟ 13 سال. چطور شد در رابطه با مواد مخدر چیکار می‌کردی؟ بیشتر توضیح بده. میکشیدم تو خونمون یا یه مأمور اومد ما رو گرفت برد. الان آوردن اینجا. پدر مادرت هم میکشیدن؟ نه. نه خیلی. چطور تو هروئین میکشیدی؟ من دیدم میکشند. یه مرد میکشید. من هم یاد گرفتم. کشیدم. معتاد شدم. پولش از کجا به دست میآوردی؟ پول پلاستیک جمع میکردم میفروختم. یعنی چی؟ پلاستیک، نون خشک جمع کردم. چند وقته که معتادی؟ یه سال. تحقیقات نشان می‌دهد هنگامی که نوجوان به شخصیت خیش آگاهی می‌یابد، می‌کوشد بندهای وابستگی به اقتدار والدین را از خود جدا کند. در این مرحله سنی حساس ممکن است به جای اینکه روند تربیتی صحیح را برگزیند به عکس عمل کند و گرایش‌های غلط و ناهنجار در مغز و اندیشه او راه یابد. شخصیت فرد نوجوان در این مرحله به صورت صحنه مبارزه‌ای در می‌آید که در آن قوی‌ترین نیرو حاکم می‌شود. این نیروی حاکم می‌تواند اعتیاد و یا انواع بزهکاری‌هایی باشد که نوجوان را در مسیر هولناک خود می‌بلعد و آلوده می‌کند. بگو چی میدیدی؟
اول ماشین کار میکرد، بعد دوش گرست فرد کن ماشین تو بفروش برای من تریاک بخر، بعد فروخت تریاک برست خرید، بعد رفت دیر کار رو اونه که بده پاستر بودن گرفتنش. تو دوست داشتی الان کجا باشی؟ خونه ما اول خونه هم بودیم، بعدم هم پدرم مخواست بره هم تیرک بفروشی رفت، مامانم گوه سر اومانه رو گره، مامانم زد، مامانم گوه آخر میگیرن، بعد مادر پدرم گره هم مادرم زد گوه به تو چه هم که برای شما پول داره، را سر کوچه گرفتن بردنش، بعدم مادرم پدرم تلاب گره تو زنی مردی، مردی به مامان گوه دوزی کنین، هم کار کنین بیارین، ما میرفتیم تو هم میدون کار میکنیم، سیب زمین اینا جمع میکنیم فروختیم، پول میبارم خونه، بعدم مردو گو بدم ببینیم پول بیارم، گو من بایی نمیتونم قرد شما در بیارم، گره ما رو زد، دادم جاندامی، ما هم یه هفته دو هفته خونه فرا کنیم، گرفتن اون بیدارم چی کار میکنم؟ معتاد؟ معتاد نبود، شیشو روی میکرد، راننده هم میکرد، درش یه گول رسیدد، گوی تیرک بخار بفروش، بیشتر پول گیرد و اون گول خور، خرید را بفروشه، هم گرفتنش. نمیکشید؟ نه، بقید بعد وقت هم میکشید. کجا میکشید؟ ها؟ شما میکشید؟ بله، یعنی جلیم هم بیشتر نمیکشید. من فقط سیگار کشتیم برای دیگه نگه. سیگار کشتیم؟ چقدر سیگار کشتیم؟ دو تا یک. بعد چی میگشتیم؟ بعد چرا بهم گفتم بکشیم؟ اعتیاد را میتوان انگیزه مهم برای ارتکاب دیگر جرائم دانست. منبع مالی تهیه مواد مخدر در میان جوانان و نوجوانان معمولاً از طریق دریافت مقرری از سرپرست خانواده و یا دسترنج خودشان تأمین می شود. اما اگر معتاد به چنین منابعی دسترسی نداشته و یا میزان آن تکافوی هزینه های اعتیاد را نکند، آنگاه ممکن است دست به اعمال غیرقانونی بزند. این جرائم متنوع و متفاوت بوده و از سرقت‌های کوچک گرفته تا خرید و فروش مواد مخدر را در بر می‌گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد اکثر معتادان به ویژه معتادان جوان بارها دست به ترک اعتیاد می‌زنند، اما مجدداً روی به مواد مخدر می‌آورند. درصد قابل ملاحظه‌ای از جوانانی که به بازداشتگاه‌ها و مراکز بازپروری هدایت می‌شوند کسانی هستند که برای دومین و یا چندمین بار به جرم اعتیاد دستگیر شده‌اند. جوان معتاد پس از ترک اعتیاد به خانه و محله خود باز می‌گردد، لیکن موفق به کاهش یا تغییر واکنش‌های نادرست والدین و اطرافیانش نمی‌شود. بدین ترتیب دوری تازه آغاز می‌شود که سرانجام آن نابودی کامل معتاد
اشاعه و رواج بیشتر اعتیاد در اجتماع و گرفتار آمدن قربانیان تازه‌ای در دام این هیولای مرگبار است. خدا محمود یادلمنیا چون بیلردی چون که پدر مادرم خرجمون رو نمیتونستم درارن و پدرم منو ول کرد، معتادم بود، نمیتونست خرجی برادرم رو بدن، دو تا برادرم رو یه شب خفش کرد و ما رو ول کرد تو خیابون، برادرم رو از طرف دولت اومده بردن پیگیری نهاون نگرده شده و مادرم رو طلاق داد و رفت، الان مادرم دهاته و همچنان من همیجور بیل شدم اومدم نهاون، شهر نهاون، همچنان هی رفت من احوازه این بر بر یه روز من نهاون مامور کلانتری گرفت و داستان نامنم نوشت و بردن کانم و الان پدرم محتاده اول منو میفرستد دنبال هروین داره، مثلا هروین بگیریم براش و پدرم جلو من هروین میکشید یه جوری حالت میگرده، آخرش یه رو با رفقم رفتیم سهر رو کشیدیم، سیگارم رو کشیدیم، بعد یه عادت کردم همشه سیگارم کشیدم نه پدرم نمیفهمید از موقع اپدام پول می‌بردم، یعنی خوش میده قام کنه، اول داشتم کمیشو نده سیگار می‌خریدم می‌کشیدم. پدرم جلو ما می‌کشید می‌گفت اگر می‌گفت به مردم نگو هرچی می‌خوام میدم و منو از موقع می‌خواست برم به مردم بگم می‌گفت خفت می‌کنم.